علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از اقدام اتحادیه اروپا در تروریست نامیدن شاخه نظامی گروه حزب الله لبنان به شدت انتقاد کرده و به این اتحادیه هشدار داد که وجهه خود را در میان مسلمانان از دست داده است. 2400 کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به ترتیب 4.2 ماه است دستمزدی دریافت نکردند و کارخانه نورد لوله صفا بدون اینکه دستمزدی به کارگران پرداخت شود تا اواخر مرداد ماه برای تعمیرات و سرویس سالیانه تعطیل شده است. فردی در شهرستان زرند در استان کرمان به اتهام راه اندازی سایتی با محتویات مبتذل و غیر اخلاقی بازداشت شد. در تازه ترین دور خشونت های مصر دست کم 15 شهروند این کشور در 2 روز گذشته جان خود را از دست دادند که خونبارترین روز طی 2 هفته گذشته به شمار می رود.